بین دو مبارز قدیمی و خوش سابقه سالها مقابل همدیگه قرار گرفتن و این بار در ترکیب دو تیم پاس مازندران و فولادین زوب آمل با دو بنده قرمز محمد مهدی یگان جعفری در مقابل دو بنده آبی محمد یوسفی قرار گرفته. هر دو اهل مازندران، یگان جعفری ساروی، محمد یوسفی بابولی هست و همراه با نادر نصری و رضا عطری که روی تشک اومدن، هر سه در باشگاه مالک اشتر شاگرد محمود حسنی ها مربی سازنده استانن. یگان جعفری هم از کشتیگیر بسیار خوبه کشتی ما در اوزان 70 و 74 کیلوگرم که در سالهای گذشته خیلی به دو بنده اصلی تیم ملی هم نزدیک شد، اما فرصت حضور در یک میدان بزرگ هنوز پیدا نکرده. محمد یوسفی دارنده نشان برنز جوانان جهانه، بعد از اون دچار یک تصادف هولناک شد که متاسفانه مدت‌ها او رو از میادین قهرمانی دور کرد. حالا برگشته تا ببینیم محمد یوسفی در رقابت‌های لیگ میتونه یه بار دیگه خودش رو نشون بده در قامت عضویت در تیم ملی خواهد بود یا نه. تذکر به محمد یوسفی داده میشه. محمد یوسفی تذکر اول و داور دریافت میکنه، باید کار بکنه تا اخطار 30 ثانیه رو مقابل محمد مهدی یگانه جعفری نگیره. یگانه معمولا به سختی امتیاز میده. اتفاق جالب و ویژه اینه که محمد یوسفی که مربی تیم خاص هست، سالها با مهدی یگانه جعفری که در ترکیب تیم فولادین ذوب هست کار کرده و کاملا او رو میشناسه، شاگرد خودش داره برای تیم مقابل مبارزه میکنه. محمد یوسفی بیشتر کار میکنه تا اخطار 30 ثانیه رو مقابل یگانه جعفری نگیره. در نتیجه تیمی فولادین ذوب در سه مسابقه گذشته 2-1 جلوه و برتری پاس براش خیلی تعیین کننده است در این مسابقه. برای فولادین ذوب هم اگه پیروز بشه خیلی موقعیت ایدئال میشه. اخطار 30 ثانیه داده میشه محمد یوسفی، ظرف 30 ثانیه بعد امتیاز بگیره، نگیری امتیاز میدن به یگانه جعفری. به همین خاطر حتما به دنبال این خواهد بود که امتیاز بگیره. محمد یوسفی انقدر مقابل همدیگه این دو کشتی قرار گرفتن کاملا اشراف دارن، میره برای دو خم، زیر دو خم رو امتحان میکنه، فاصله دور خیمه سنگین یگانه جعفری بلند میشه محمد یوسفی، اما باز هم پاهای یگانه نمیرسه. فشار زیاد محمد یوسفی که تشویق سراج مربی تیم خاص رو هم در بر داره. تمام تماشاگرانی که در سالن هستن باید حتما نشون میدادن، در واقع ارائه میدادن که دوز واکسن رو زدن، اون برگه که داشتن یا در گوشی همراهشون ذخیره کرده بودن تصویرشو ارائه دادن و وارد سالن پیامبر اعظم شدن. امیدوار هستیم که هرچه زودتر این بیماری منحوس از آسمان کشتی ایران و دنیا بره، یه بار دیگه کشتی اون شور و حرارت واقعی رو تجربه کنه، به خصوص در مازندران که همه عاشقانه این رشته رو دوست دارن. تقابل دو کشتی در 11 سالی پایانی همون یک امتیاز رو بیشتر نداره برای یگانه جعفری. ببینیم که در وقت دوم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. راضی هم بودن در این ثانیه آخر که وقت اول تمام بشه. میرم به سراغ مربیانش، محمد یوسفی میره به سراغ سراج و روح الله حسینی و حامد میرعمادیان که به همراه بهرام آبدی با محمد مهدی یگانه جعفری کار میکنن. بهرام آبدی هم شما میبینید. اینم آقایان سراج و حسینی، هر دو مربی زحمتیش از ساری و نکا. یه زیر بلند از یوسفی، تلاش زیادش برای اینکه بتونه امتیاز بگیره از یگانه جعفری نشد. همین چهره محمد یوسفی هنوز آسیب اون تصادف که خوشبختانه فقط خسارت مالی زیادی داشت و از نظر بدنی خونه برگرده داره در چهرهش. عسکری محمدیان دارنده دو نشان نقره المپیک، نفر دوم دنیا و رئیس کشتی استان مازندران. میبینید استان کشتی خیز ما، مدیر کل ورزش جوانانش هم قهرمان جهان هست، دکتر حسن رنگرز که در سالن نیست فعلا. سرگردان میگیره محمد یوسفی، یه یورش میبره به دنبال تشک خارج بکنه یگانه جعفری رو، یگانه هم اجازه نمیده. تا به حال محمد یوسفی در آغاز وقت دوم تلاشش برای گرفتن امتیاز بیشتر بوده مقابل یگانه، حالا تقاضای اخطار میشه. یه تذکر به یگانه جعفری میدن که باید کار بکنه، احساس ناراحتی میکنه نایه صورت محمد مهدی یگانه جعفری. یه تسلیت هم به او و خانوادهش باید بگیم، چند وقت پیش پدر بزرگوارش رو از دست داد، روح شاد باشه که همیشه حامیش بود در کنار تشک کشتی کنار محمد مهدی یگانه جعفری. محمد یوسفی دستی رو کت میذاره به دنبال این هست که حتما امتیاز بگیره، حالا موفق میشه که خمه یگانه جعفری بگیره. یگانه جعفری هم داره دفاع میکنه، هنوز در موقعیت اجرای
فن و امتیازگیری نیست. محمد یوسفی میخواد بلند شه، هر طوری هست یگانم با کار دفاعی خوب اجازه رو نمیده، دستاشو سطور میکنه جلوی کتف یوسفی، اجازه رو ازش میگیره، بعد دوباره سرپا میده. دوباره اختار 30 ثانیه خیلی مخرزه برای اینکه بگیره یگانه جعفری. اشاره میکنن که پا رو میگیره، حالا محمد یوسفی شاید منظورش اینه که پا رو در واقع با ضربه میگیره، که حتما محمد یوسفی این کارو انجام نخواهد داد. هر دو کشتی‌گیر پهلوان صفتن، هم یگانه جعفری هم محمد یوسفی. حساب کار یک بسته به تقاضای اختار 30 ثانیه برای کشتی‌گیر دو بنده قرمز محمد مهدی یگانه جعفری باید کار کنه، و حالا حساب کار که یک بسته به سود او هست. اگر امتیازی نگیره یه امتیاز به محمد یوسفی میدن، اون وقت یوسفی هست که برنده مسابقه با نتیجه 1-1 خواهد بود، چون امتیاز آخر رو گرفته. دوباره دو کشتی‌گیر مقابل هم دیگه قرار میگیرن. حالا یگانه جعفری هست که باید بیشتر حمله کنه، دست زیر کتف میذاره. سالهاست که همدیگه رو میبرن میبازن و مسافه های همیشه حساسی رو داشتن. این رقابت چه خواهد شد؟ محمد یوسفی هنوز روی زانوش قرار نگرفته، اجازه نمیده به یگانه جعفری. یگانه سرگردن گرفته، دوباره محمد یوسفی متوجه من نمیشم که بهرام عابدی و حامد مرابدان اعتراضشون به چی هست. اشاره میکنن که محمد یوسفی کاری نمیکنه، اعتراض شدید مربیان تیم فولادینی که بکنم اشاره میکنم به اینکه دوبنده رو میگیره، حالا داور رو میخواد. رئیس توشک، سراج و روله حسینی هم این طرف صحبت میکنم با کشتیگیرشون که شاید ما هم بتونیم ببینیم که اتفاقی افتاد یا نه. اعتراض شدید مربیان فولادین زوب به این بود که محمد یوسفی دوبنده رو میگیره، خب اعتقادی رو ندارن از قرار. بله یک امتیاز حالا به یگانه جعفری میدن، یه اختارم به محمد یوسفی میره. داور اشاره میکنن که درست هست اعتراض، حالا 1-1 داده میشه، بعد بشه 2-1، بعد بشه 2-1. اون اختار 30 ثانیه تمام شده بود یا نه، ولی تو این صحنه که خب اتفاقی نیفتاد. اینجا سرگردن رو گرفت دوستان، من نگه دارم ببینم چه اتفاقی افتاد. حالا جالب مربی تیم پاس هم اومد وسط، دیدن اعتراضشون شدیده مربیان و تیم پاس. آقای سراج خیلی هم دوست داشتنیه، این مربی سازنده که خودش از فعالان و اهالی زحمتکش ندونه انتظامی. خب اشاره میکنه به اینکه اعتراضی هم نداشتن. اینجا اگه دوستان نگه دارن تا آخر ببینیم شاید متوجه بشیم چه اتفاقی افتاده. بله برگردیم به رقابت، اگه فرصت بشه با دوستان نشون بدن از این. بله دیگه میکشه دیگه، بالاخره چیزی مشخصه باید اختار میدادن به محمد یوسفی، کشیده بود دومنده رو و درستم بود. خیلی ممنون از دوستان عزیز، از زاویه دیگه نشون دادن. کماکان این کشتی تنش داره، محمد یوسفی هم سوت داور رو نمیشنوه، کارشو دنبال میکنه. اعتراض شدید کادر فنی تیم فولادین زوب آمول. محمد مهدی یگانه جعفری هم احساس ناراحتی میکنه. حساب کار فعلا روی تابلو 2-1 برای یگانه جعفری، در حالی که ثانیه‌ای مونده. اینجا سوتو زده بود داور، داور سوتو زده بود. محمد یوسفی هم خیلی جوونه، دوست داشتنیه، و حساسیت این رقابت که یه جورایی میتونه تثبیت کنه شایستگی‌های محمد یوسفی بالاست، و همین دلیله که کشتی کمی به تنش هم کشیده شده. یه لحظه ضربه زد ولی به هم نبود، امیدواریم که اینجوری نبوده باشه. محمد یوسفی میره با مربیانشون هم صحبت میکنن، بالاخره رولا حسینی آروم میکنه، آقای سراج هم همینطور، یه احساس مصدومیتی داره. اینجا دست محمد یوسفی ناخواسته به صورت یگانه برخورد کرد. بعد واقعیت هم بگیم، اون چیزی که میبینیم باید خدمت شما دوستان عزیز روایت داشته باشیم. خود شما هم دیدین که دوبنده یگانه جعفری رو کشید محمد یوسفی، بعد از همکارانم درد نکنه، از زاویه دیگه ای تونستن نشون بدن، و درستم بود اختار پوهنی که دادن به محمد یوسفی. یه بار دیگه هم دوستان خیلی ممنونم، لطف میکنن نشون بدن این اختار پوهن داره و دیگه حرفی هم توش نیست. خود محمد یوسفی هم ببینه میپذیره، و همینطور آقای سراج و کادر فنی تیم پاس. درسته 2-1 فعلا برتری با فولادین زوب. حالا هر دو کشتیگیر رو رئیس توشک میخواد، باشون صحبت میکنه، خیلی هم دوستی نزدیکی دارن هر دو کشتیگیر، و این تب و تاب لیگ و بالاخره
پیروزی تیم هاشون و احساس تکلیف و وظیفه که دارن باعث میشه که یه ذره کشتی از اون حالت طبیعیش خارج بشه، اما با تمام وجود دارن مبارزه میکنن. هر دو هم خیلی دوست داشتنی و علو صفت هم بالاخره این تو کشتی که ذره فضاش سنگینه همین اتفاق است. بله یه اختار پوهن دیگه میدن، محمد یوسفی یه اختار پوهن دیگه میگیره. خب دوستان عزیزی که در حاشیه سالن هستن هم باید کمک بکنن که اتفاقی نیفته. حالا تقاضای چالنج میکنه کادر فنی تیم پاس، اعتراض شدید محمد یوسفی. همین صحنه رو ما یه بار دیگه ببینیم که چیکار کرد. انصافا این دیگه ضربه نبود توش، انصافا دیگه این ضربه توش نبود، اتفاقی توش نیفتاده بود. اینجا ببینیم اصلا دست محمد یوسفی هم به صورتش نخورد، شاید سر محمد یوسفی اصابتی کرد. تو این صحنه نظر داوران اگه چالش داشته باشه من فکر میکنم خواسته مربی پاس برآورده بشه. حالا دیگه تصمیم رو میگیرن. محمد یوسفی باید به اعصاب خوش مسلط باشه، راحت کار کنه. هر دو کشتیگیر بسیار دوست داشتنی با صفان. اشک محمد یوسفی به خاطر اینکه اشاره داره کاری نکرده در این مبارزه پر حرف و حدیث مقابل یگانه جعفری. اینجا ببینیم که آیا دستش حسابت میکنه یا نه، اصلا دستش به پشتش خورد، شاید سر محمد یوسفی حسابت کرده باشه، حالا سایه شده باشه حداقل به سر یگانه جعفری. نظر هیئت جوری تعیین کننده است. اونجا آقای اردم و صاحب داور اسوان هست. بله نمیپذیره و چلنج تیم پاس همونطور که خدمتون عرض کردم درست از آب در میاد و امتیاز تیم رو برمیگردونن. حساب کار 2-1 بعد باشه، همون 2-1 درست هم بود. واقعیت رو ما میگیم، دفعه اول محمد یوسفی دو بنده رو کشید، لایق اختار پوهن بود، دفعه دوم نبود. حساب کار 2-1 از مسابقه از سر گرفتیم که در ثانیه‌های پایانی این مسابقه جذاب و دیدنی. محمد یوسفی دوباره میره برای زیر، سر گردن میگیره میاره پایین، قوس میکنه محمد مهدی یگانه جعفری. 30 ثانیه به پایان، میخواد خاک کنه هر طوری هست یگانه جعفری. دو کشتیگیر رها نمیکنه همدیگر رو، هیچ فرصتی هم به هم نمیدن برای کسب امتیاز. کماکان تلاش یگانه ادامه داره و همینطور محمد یوسفی سر گردن گرفته قوس کرده، پیش هم نمیندازه. یوسفی رو به جلوتر هست. 10 ثانیه آخر، 2-1 یگانه جعفری تا اینجا برنده است. پیروزی سوم برای فولادینزو با آمول در راهه، تلاش زیاد دو کشتیگیر و کار تمام و برنده این مساف محمد مهدی یگانه جعفری هست. محمد مهدی یگانه جعفری در این مسابقه موفق میشه که پیروز بشه مقابل محمد یوسفی و پیروزی سوم برای تیم پاس مازندران رقم میخوره. اصلا این حرکات شایسته نیست که تب و تاب مسابقه فینال، فینال نیست اما فینال گونه است، همون حس و حال داره. خیلی ممنون از دوستان که اومدن وسط و دارن فضا رو آروم میکنن. هر دو کادر فنی حضور دارن و همینطور آقای عبدالله فتوحی که از زحمتکشان ما هستن در سازمان لیگ کشتی. برنده این مساف محمد مهدی یگانه جعفری هست و پیروزی سوم تیم فولادین زبر رقم میخوره مقابل تیم پاس مازندران. محمد یوسفی هم باید بره